اعتراضات پرستاران ادامه داشته و رژیم با همه وعده هایی که داده نتونسته پاسخگوی مطالبات پرستاران باشه. در این قسمت همراه هستیم با آقای دکتر محمود رحمتی از ایتالیا تا در مورد نقش پرستاران گفتگوی داشته باشیم. ضمن سلام خدمت شما آقای دکتر، سوالم این هستش که پرستاران در اعتراضاتشون شعار میدن اگر پرستار نباشه سیستم بهداشت از هم میپاشه. شما که در این زمینه تخصص دارید خواهش میکنم بگید معنی این شعار چی است؟ بله، منم سلام خدمت شما قبل از هر چیز و بینندگان محترم برنامه شما، همچنین درود به کانون‌های شورش قهرمان در سرتاسر ایران. میخواستم تبریک و تهنیت در 60 سالگرد سازمان پرافتخار مجاهدین را به تمام دوستداران مقاومت تبریک بگم و همچنین تشکر از اینکه منو در این برنامه دعوت کردید. بله، ما این روزها شاهد به اصطلاح تجمع و اعتصابات و به اصطلاح پرستاران، اعتراضات پرستاران هستیم. البته این مختص به این روزها و این ماها و این هفته‌ها نیستش. اگر ما در 2 سال گذشته یه نگاهی بندازیم، جامعه پرستاران به کادر درمان به عناوین مختلف و اشکال مختلف اعتراضای خودشون رو نشون دادن. پرستاران به راستی باید گفتش که این پرستاران این کادر درمان فداکارترین بخشی هستن که روزگار سختی رو گذروندن. من میتونم بگم ناجی به اصطلاح ناجی نجات انسانیت هستن، به طوری که بیشترین بخش درمان و سلامت جامعه ایران روی دوشه اینا گذاشته شده. ما یادمون نرفته دوران کووید چطور در خط اول مقدم بر علیه ویروس کرونا جامعه به اصطلاح کادر درمان به طور کلی، پزشکان، پرستاران در خط اول مقدم بر علیه به جنگ این ویروس برای سلامتی شهروندان کشورمون چه کارهایی که نکردن و چه جونهایی را دست ندادن که ما میدونیم صدها تن از اونها جان خودشون رو فدای به اصطلاح سلامت و شهروندان ایرانی کردن. البته فقط جنگ با ویروس کرونا نبود، جنگشون با ویروس ولایت هم بود که همین زهها که خامنه ای بودش که مانع به اصطلاح ورود واکسن های استاندارد های بین المللی به کشور ایران شد. ولی راستی واقعا خودمون بپرسیم چرا این پرستارا یک هفته، یک ماه، چند ماه به تجمع خودشون به گسترده عمل میکنن، اعتراض میکنن؟ مگر خواسته و مطالباتشون چی میتونه باشه؟ مگر نه اینکه مطالباتشون به اصطلاح خواسته هاشون قانونی حقیقی واقعی؟ خب چرا باید با به اصطلاح دستگاه سرکوب بهشون برخورد بشه؟ چرا با تهدید امنیتی، با تهدید اخلاص، تهدید قطع حقوق، ضرب و شتم، دستگیری؟ رو چه حساب؟ مگه خواسته های اینا واقعی نیست؟ بله، واقعا خواسته های اینا رو اگر من بتونم، ما میتونیم توی شعارهاشون، توی بیانیه‌هاشون نگاه بکنیم چه خواسته هایی دارن. خواسته هاشون اگر میتونم بگم تو دو جمله، در واقع این به اصطلاح اجرای کامل قوانین به اصطلاح تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستش، به رسمیت شناختن مشاغل خطرناک و زیان‌آور، به افزایش پرداخته های به اصطلاح فوق‌العاده هستش. پرستاران در واقع از اونجایی که این نیرو واقعا تعدادشون تو هر بیمارستان، تو هر بخش بیمار نگاه بکنید کم هستید، با کمبود نیرو روبرو هستن، خواستار به اصطلاح فارغ التحصیلان جدیدی هستن که بهشون بپیوندن، تو بیمارستان ها کار بکنن. ولی متاسفانه از اونجایی که ما میدونیم که هر سال بیش از 1000 نفر فارغ التحصیل علوم از دانشگاه های پزشکی فارغ التحصیل میشن، ولی متاسفانه یا در خونه میمونن یا اینکه منتظر یه فرصت مناسب به اصطلاح به خارج از کشور پناه ببرن، در واقع مهاجرت بکنن. و پرستارا خواهان به اصطلاح خواستار این تعداد از نیرو هستن که اینجوری واجب به اصطلاح نیازی نباشه که
این نوع اضافه کاری های اجباری طاقت فرسا رو انجام بدن، تا حتی روزهایی میشه که هفته هایی که 80 ساعت باید در 2 روز 3 روز ادامه بدن به علت کمبود نیرو. یا اینکه مثلا در مورد قانون بازنشستگی، قانون بازنشستگی حق قانونی پرستاره که بعد از 25 سال به حق قانونی خودش برسه. متاسفانه این سردمداران پاسخ اینها رو میدن مثبت خواهند داد، غیر ممکنه. از اونجایی که پرستارا ما میدونیم استخدام رسمی نیستن اکثرشون، از کانال به اصطلاح این شرکت های وابسته به این شرکت های به اصطلاح استثمارگر که اینا را استخدام میکنن که نه حق حقوق بیمه بازنشستگی بهشون میدن نه حق بیمه بهشون میدن، استثمار کامل از اینها میکنن تا زمانی که این باند مافیای قدرت تبهکار سپاه و آخوندها رو کار باشن که از کانال از همین شبکه‌های چیز خصوصی اینا رو استثمار میکنن و تمام دسترنج اینها رو به یغما میبرن. من یادم نمیدونم چند وقت پیش اگه اشتباه نکنم چند ماه پیش یه گفتگوی کوتاهی داشتیم در مورد مهاجرت باستیمای آزادی، البته در مورد مهاجرت کادر درمان پزشکان و به خصوص پرستاران به مهاجرت میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر اینکه کمبود به اصطلاح پرسنال، کمبود حقوق کافی، نداشتن مزایای بازنشستگی، ساعت کار طاقت فرسا که از نظر جسمی و روحی فشار زیادی روی اینها وارد میشه. ما میدونیم که 70% 80% به اصطلاح بخش درمان پرستارا زنان تشکیل میدن که این زنان علاوه بر کار خونه و همسر رو باید چه ساعت‌های کار اضافی که اجبار و بدون دستمزد باید اینجا کار بکنن، تو بیمارستانا کار بکنن و بنابراین ترجیح میدن اونهایی که به اصطلاح نیروهای جدید هستن و این اوضاع و شرایط رو میبینن ترجیح میدن یا خونه بمونن یا اینکه منتظر یه به اصطلاح فضایی میشن که بتونن مهاجرت بکنن، برن از کشور خارج بشن. ولی واقعا من میخوام اینو بپرسم، هیچ من اسم اینو گذاشتم مهاجرت به اصطلاح اجباری، کوچ اجباری، به دلیل اینکه هیچ وطن پرستی به خودش اجازه نمیده که کشورشو، خانوادهشو، سرزمینشو بخواد رها کنه به کشور خارجی بره به اصطلاح مهاجرت بکنه، که البته کشور میذارم از اونا به خیلی خوب حمایت میکنه و با آغوش باز از اونا استقبال میکنه، که البته اینم متاسفانه دست به اصطلاح دستمایه 45 سال حکومت وحشی آخوندها هستش. ببینید مثلا از اونجایی که ما میدونیم که این بخش بزرگ از این پرستاران مهاجرت میکنن، اگر نگاه بکنیم به رئیس اتاق پرستاری میگه که در از سال 1400 تا 1402 دو برابر از پرستاران فقط مهاجرت کردن. این با یه کمبود نیروی عجیبی، یه فاجعه عجیبی در بخش درمان ما روبرو هستیم. ما اگر میخواییم نگاه بکنیم تو استانداردهای بین المللی جهانی نگاه بکنیم، به ازای هر 1000 نفر 6 پرستار به اصطلاح فعال هستند، در صورتی که در ایران متاسفانه میتونم بگم 1.2 ماکسیموم 2% هستش. حتی در کشورهای منطقه هم همینجوره. مثلا ما اگر در یک بخشی مثل داخلی فرض بکنید یک پرستار واسه هر 2 تخت 3 تخت اختصاص داده میشه، در ایران متاسفانه 8 تخت رو باید چیز بکنن، اختصاص بهشون میدن. یعنی یک استثمار کامل، یک به اصطلاح کار ضد بشری، ضد انسانی، رو فشار زیاد رو اینها مجبور میشن، نتیجتاً مجبور میشن اعتصاب خودشونو، اعتراض خودشونو برسونن و بگن خواسته هاشون و مطالباتشون چی هستش. بر اساس هم این به اصطلاح این تعداد گفتیم، خب چرا استخدام نمی‌کنن؟ متاسفانه استخدام نمی‌کنن به خاطر اینکه همین این نوع به اصطلاح فارغ التحصیل جدید نمی‌خوان وارد این کمپ بازار به اصطلاح کار بشن، به خاطر ساعت‌های کار طاقت فرسا، کمبود حقوق،
روی این حساب ترجیح میدن چیکار بکنن، یا خونه بمونن یا اینکه به شغلای دیگه پناه ببرن. این واقعا فاجعه آور هستش واسه سیستم در بله. بهداشت ما. من اگر اجازه بدید میخوام اصلا یه چند خطی هم در مورد خود به اصطلاح سایت رژیم که خودشون صداشون در اومده بخونم. باش میگم خیلی کوتاه اگه ممکنه تا پایان برنامه است. تاش سعی میکنم خیلی کوتاه. اقتصاد کل به اصطلاح 24 بررسی میکنه تو این ماه مرداد ما. میگه در خیابانهای تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران فریاد مطالبه گران پرستاران بسیار بسیار سخت شد. صدها پرستار خسته از سالها نادیده گرفتن خواسته های صنفی منشیت خود، برای اولین بار تصمیم گرفتن تا دست از کار بکشن و اعتصاب بکنن. این بار دیگر اعتصابات در چارچوب رایج نگنجید. از تجمعات کوچک و حتی به اعتراضات بزرگ و سراسری در کرمانشاه، کرج، شیراز، مشهد، همه اینها سرتاسری شده خوشبختانه. روی این حساب اینها سعی میکنن خواسته های خودشون رو به گوش به اصطلاح مسئولان برسونن که این اعتصابات 100% ادامه پیدا خواهد کردش. از اونجایی که این رژیم ناتوان هستش، نمیتونه به خواسته های واقعی اینها پاسخ بده، با چک، با زور، با تهدید امنیتی، با دستگیری، زد و بند، با فشار زیاد، تهدید، خلاصه اینا رو چیکار میکنه؟ سعی میکنه که اعتراضاتشون رو یا اعتصاباتشون رو بشکنه. ولی خب متاسفانه تو زمانی که این رژیم ددمنش آخوندها روی کار هستن، غیر ممکنه مردم ایران، تمام مردم ایران، خصوصا بخش درمان در حال حاضر به خواسته های واقعی خودشون برسن. بله، ما هم چنین امیدی رو داریم. شما به زیبایی پرستاران رو ناجی سلامتی و حیات هموطنانمون خوندین. خیلی ممنون از اینکه امروز صدای اونها بودید و وضعیتشون رو به گوش هممیهنانمون و سایر دوستان در تمامی کشورها رسوندید. ممنونم از حضورتون در این برنامه. ممنون می‌کنم. تشکر از شما. خواهش می‌کنم. قربان شما. خیلی ممنون. قربان شما.